سلام، یک پرونده عجیب و آموزنده، پرونده بهنام و عاطفه. بهنام یک پسر 22 ساله بود که از طریق موبایل یکی از دوستانش شماره عاطفه رو به دست آورده بود و با عاطفه تماس گرفته بود و بعد از چند ماه رابطه تلفنی همدیگر رو دیده بودن و شدیداً عاشق عاطفه شده بود. اما عاطفه یک راز بزرگ رو از بهنام مخفی کرده بود. اونم این که متأهل هست و یک بچه هم داره. بعد از 8 ماه رابطه بالاخره به بهنام این موضوع رو گفت. اما خیلی دیر شده بود چون بهنام به شدت به عاطفه علاقمند شده بود. اگر شما تو همچین موقعیتی قرار بگیرید، فرقی نمی‌کنه پسر یا دختر، عاشق یک نفر بشید و بعداً بفهمید که اون آقا یا خانوم متأهل هست، به رابطتون ادامه میدید یا نه. بهنام به این رابطه ادامه داد چون به شدت عاشق عاطفه بود. عاطفه بارها و بارها وقتی بهنام رو میدید گریه و زاری میکرد و میگفت شوهرش دست بزن داره و اخلاق خوبی هم نداره. همه اینها باعث شد که یک روز عاطفه نقشه قتل شوهرش رو بکشه. بهنام یک پسر 22 ساله بود و عاطفه 30 ساله، 8 سال اختلاف سنی داشتن. اما بازم بهنام بیخیال عاطفه نشد. بهنام با 2 تا از دوستاش و برادر کوچکترش 4 نفری به خونه عاطفه رفتن. عاطفه هم در خونه رو براشون باز گذاشته بود. اونها به خونه عاطفه رفتن و شوهرش رو به قتل رسوندن. اما مدتی نگذشت که بهنام، برادر کوچکترش و 2 تا از دوستاش بازداشت شدند. جالب اینجاست که عاطفه در دادگاه منکر هر گونه رابطه‌ای با بهنام شد. برادر کوچکتر بهنام زیر 18 سال بود. یکی از دوستای بهنام هم زیر 18 سال بود. به خاطر همین اون 2 نفر به دادگاه اطفال فرستاده شدند و بهنام و یکی دیگه از دوستاش که سهراب نام داشت هر 2 به قصاص محکوم شدند. اما ببینید در دادگاه چه گذشت و این رأیی که بهتون گفتم هم شکسته شد. توی جلسه دادگاه بهنام گفت به خاطر علاقم به عاطفه نقشه قتل شوهرش رو کشیدم و برای اجرای اون از دوستام و برادر کوچیکم کمک گرفتم. وقتی عاطفه بهم گفت که شوهر داره، دنیا روی سرم خراب شد چون به شدت عاشق عاطفه شده بودم. اما عاطفه منکر هر گونه رابطه با بهنام شد و گفت من با شوهرم اختلاف خاصی نداشتم که تصمیم به قتلش بگیرم. من نمیدونم چرا بهنام و برادرش و دوستاش شبونه به خونه ما حمله کردن و شوهرم رو کشتن. بهنام 8 سال از من کوچیکتره. اصلا نمیتونسته انگیزه عاشقانه‌ای برای قتل شوهر من داشته باشه. چون هم من متأهل بودم و 8 سال هم بزرگتر از بهنام. قاضی‌های دادگاه عاطفه رو به 15 سال زندان به جرم معاونت در قتل و 99 ضربه شلاق محکوم کردند. چون که تمام مکالمات تلفنی عاطفه و بهنام در اختیار دادگاه قرار داده شده بود و قاضی‌ها به راحتی متوجه شدند که عاطفه داره دروغ میگه. اما بهنام و یکی از دوستانش که سهراب نام داشت به قصاص محکوم شدند. بهنام در دادگاه گفت من مدام با عاطفه تماس می گرفتم و به دیدنش می رفتم تا اینکه یه روز گفت به من دروغ گفته و متأهله. من از شنیدن این حرف ها شوکه شدم. اما عاطفه گفت شوهرش مرد بداخلاقیه و مدام کتکش می زنه. عاطفه گفت می خواد از شوهرش جدا بشه. اما شوهرش اصلا راضی به طلاقش نیست. عاطفه چند بار با چشمانی پر از اشک به دیدن من اومد و گفت که شوهرش کتکش زده. من به خواسته عاطفه به خونش رفتم و شوهرشو به قتل رسوندم. اما جالب اینجاست که سهراب در مورد این اتفاقات گفت من مست بودم و چیز زیادی از ماجرا رو به خاطر ندارم. اما اتهام مشارکت در قتل رو قبول ندارم. من با شوهر عاطفه درگیر شدم اما او رو نکشتم. در پایان جلسه قضات دادگاه با توجه به مدرک های موجود در پرونده سهراب رو از مشارکت در قتل تبرئه کردند و به 15 سال زندان
محکوم کردند. بهنام به قصاص و 99 ضربه شلاق محکوم شد. این حکم بعد از کش و قوس فراوان قضایی بالاخره در دیوان عالی کشور تایید شد. دیدید متاسفانه اصلا عاقبت خوشی نداشت و بهتر بود که بهنام همون اولش از این رابطه بیرون بیاد. لطفاً شما هم نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم ازتون به خاطر لایک این ویدیو. اگه هنوز عضو کانال نیستید لطفاً از پایین ویدیو روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. خیلی مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.